اسراف کردند. از رحمت الله ناامید نشوید. الله همه گناهان رو میبخشد، کوچک و بزرگ همه رو میبخشه. او غفور رحیمه و توبه کنید، برگردید به سوی سرورتون و تسلیمش بشید. قبل از اون که بیاید عذاب سپس یاری کرده نشوید و تبعی، یعنی قرآن کریم، تبعیت کنید از بهترینی که به سویتون نازل شد، از سرورتون بهتون نازل شده. قبل از اون که عذاب براتون بیاد ناگهان، در حالی که حس نمید، یا الله توبه کردیم به سوی تو، ما رو ببخش، توفیق بده عمل صالحی بکنیم که تو راضی و بشوی. درود خداوند بر همه شما عزیزان باد. هفته آینده بازم در خدمتتون خواهیم بود. من نمیدونم چقدر از وقت باقی است، ولی باقی وقت در اختیارتونه. هفته بعد انشاءالله راجع به بعضی از طرف مذهبی سخن خواهیم گفت. بعد هفته بعدتون و شاید هفته بعدتون، چون تلفن متعدد و پیشنهادهای متعدد داشتیم راجع به بعضی فرقه که در ایران تبلیغ میکنن آشکار و پنهان. در همه دین میبینم فقط تظاهر اعتقاد و مذهبی وجود نداره، فقط اعتقاده، دروغی در دین وجود نداره. به نظر شما دوست دارم به من بگید چطورم بعد تصور به من تو بعد قطع کردن به من جواب بگید. چش از من خدا حافظ. زنده باشید برادر گرامی. ما برای خیلی تحسین میکنم و تجلیل میکنم که جناب عالی به خدا معتقدید، اون اصل دینه. اما یه عده انسان ها اومدن از جمله عیسی مسیح، از جمله محمد ابن عبدالله، از جمله موسی، از جمله زردشت، اینها ادعا کردن که خدا توسط اونها با ما سخن گفته و ادعاشون رو ثابت کردن. بر من ثابته. نگاه کنید به دنیا و نگاه کنید به انجیل، نگاه کنید به تورات و قرآن، ببینید آیا در موعظه سر کوه مسیح جز نور و جز هدایت موج میزنه؟ نگاه کنید به قرآن کریم، ببینید آیا مشکلات دنیای ما بر اثر این نیست که محبت خدا به اراده او، محبت به انسان ها همه از بین رفته در بین ما، ظلم و ستم حاکمه به نام خدا، انسان ها رو سنگسار میکنن به نام قرآن، در حالی که در قرآن سنگسار وجود نداره. لذا دعوت میکنم جناب عالی رو که هر مذهبی رو که قبول دارید، تورات رو بخونید، انجیل رو بخونید، مزامیر داوود رو بخونید، قرآن رو بخونید، همه نور واحدن، و ببینید سعادت من و جناب عالی جز در این نیست که به اون دستورات عمل بکنیم. و اگه به خدا معتقد باشیم و بگیم که من به ذهن خودم عمل میکنم، ذهن ما همین میشه، همین شیطان به راحتی فریب میده، همین دنیای وحشتناک کوره آتش جنگلی میشه که دیدید در اطرافمون، در خونه و در بیرون. متشکرم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام قربون. بفرمایید. بفرمایید. مثل این که قطع شد. سلام علیکم. بفرمایید. خانم آقایون، یک بار عرض کردم. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم آقای کالبوش. سلام عرض میکنم آقای عبدالله عزیز، در خدمت هستی. گذشته صحبت از اسلامیت و مسلمان بودن شد. چنین شهادتین خود را فرمودید، الحمدلله ثابت شد که اون دو آقایانی که تهمت دروغ نامسلمانی به یک مسلمان محترم زدن، در پیش خداوند متعال سرشکستن و مسئول هستن. بله
علوان خدا خار و ذلیل و از تهمت دروغ زنندگان شدن. حالا اون دو آقایان بایست شهادتین خودشان را بگویند تا بینندگان و شنوندگان محترم بدانند که ایشان مسلمان هستند. تا ایشان شهادتین را به زبان نیاورند ما نمیتوانیم ایشان را مسلمان بدانیم، چون ما از ایشان خواهد هستند شهادتین خودشان را بگویند. دوم این که آره آدم هایی که در جواب دادن عاجز باشند، مثل قزوینی و هدایتی و سدهی تلویزیون سلام و تلویزیون شرک و تهمت دروغ زنندگان به خدا و قرآن و پیغمبر هستند و در جواب و در و چون در جواب دلائل قرآنی یکتا پرستان عاجز میمانند، شروع میکنند به فوش دهند، فوش بدهند یا تکفیر بکنند و یا تلفن را قطع کنند و اشخاصی که صدای اونها را اینها میشناسند به اونها اصلا اجازه نمیدهند صدای اونها پخش بشود. امیدوارم که این تلویزیون سلام بشنود و عبرت بگیره. شما به اونهایی که با شما با لحن نامناسب صحبت میکنم با همه اینها شما بیشون وقت میدید و میفرمایید که باز هم دوباره تشریف بیارید. اونها بیشون یاد بگیرن اسلامی. تشکر میکنم. خیلی ممنون. خیلی ممنون لطف فرمودید. البته روش این بنده ی الله تعالی این نیست که اسم اشخاص رو بیارد، اما منحصر به اون دو عزیز هم نبود خداوند همونا رو هم این بندهش رو هدایت کند. بیش از پیش بسیاری در تلویزیون کانال یک و همچنین در تلویزیون پارس که سخن میگفتیم، اونجا هم افرادی میامدن و میگفتن شما مسلمونی آیینتون چیه؟ اینا از این راه میگن که آیین اسلام اونقدر پنهان شده، وقتی از اسلام سخن میگید و از قرآن و پیامبر همه سوزن میبرن که نکنین مسلمون نیست. ببینید فاجعه تا چه حد وحشتناکه. بسیار بسیار متشکر هستم از مرحمتتون. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای کلهر. سلام عرض میکنم. سلام یکم تو نظر میخواستم برادرهای اهل تشیع اینا کسایی رو برای خودشان وکیل انتخاب میکنن تو تلویزیون سلام، یک آیه را پرسان کردن همون کسی که در تلویزیون سلام نشد برای راهنمایی میکنه، یک آیه را آدره از گفته رسند برای اینا او کن آیه را یک آیه علکی مست آیه وی اکاد الازین است. من یک فرد آتیستم الان به اون خانمه که سوال کرده بود برای که آدره از میگه آیه وی اکاد الازین دوره القلم دوره 68 قرآن آیه 49 تا 52 ولی اون آقا بله بله بفرمایید. ببخشید قطع شد این، من فقط توضیح بدم این آیه رو. من نمیدونم آیون در این مورد چه گفتند،